خدا رو شکر برای فرصتی که امروز داریم اینجا با هم و خدا رو شکر میکنم برای وجود شما. امروز این بایبل استادی رو به زبان فارسی خواهیم داشت این درس رو و ممنون از اعضای این گروه که موافقت کردن این بایبل استادی رو به فارسی داشته باشیم. بیشتر هدف اینه که بتونیم به هر حال این درس ها رو برای گروه بزرگتری داشته باشیم، باعث بنای ایمانداران بیشتری بشیم. به فیض خدا که این درس ها باعث برکت خواهد. پس با یک دعای این کلاسمون رو شروع میکنیم. پدر تو رو شکر میکنیم برای این فرصت، برای کلیسای تو، برای فرزندان تو، برای وفاداریشون ای خداوند عزیز و برای این درس ها که میتونیم با همدیگه داشته باشیم، خودمون رو برا کنیم و دیگران رو نیز بنا بکنیم. مبارک بساز به نام مسیح. آمین. خب خدا رو شکر امروز درس هفتم هستیم. میخواییم در مورد موعظه مسح شده به فارسی، در واقع این کلمه رو میشه گفت، صحبت کنیم. The supernatural in preaching، در موعظه، که همون میشه موعظه مسح شده. این درسمون هم در واقع چهار قسمت خواهد داشت که به فیض خدا شاید هر جلسه یک قسمتش رو با هم مرور کنیم، چون نمیخواییم آیات رو همینطوری رد بکنیم، میخواییم آیه ها رو نگاه بکنیم، مفهومشون رو بفهمیم. پس قسمت اولش که امروز با هم خواهیم داشت در مورد خصوصیات یک موعظه در واقع مس شده است که دو قسمت داره خود این درس. امروز یه نگاهی میکنیم به چه چیزی سوپرنچرال، ماورا و طبیعی است، چه چیزی طبیعیه، و همینطور یه نگاهی میکنیم، مقایسه میکنیم موعظه رو با نبوت. این دوتا رو با هم یه نگاه خواهیم کرد. قسمت دوم این درس که به فیض خدا دفعات بعد خواهیم داشت، این رو در مورد هدف از موعظه مس شده است، چه هدفی رو دنبال میکنیم. بعد صحبت خواهیم کرد در مورد ابزار این موعظه مس شده و همینطور در مورد بعد قدرت الهی در موعظات. حالا من خیلی فکر کردم که چقدر این درس میتونه برای ما مفید باشه امروز. راستش در مورد موعظه، شاید هیچ کدوم از ما واعظ نیستیم، موعظه نمیکنیم توی کلیساها، ولی فکر کردم که به هر حال این هیچ مانع از این نمیشه که ما بتونیم تشخیص بدیم موعظات در واقع مس شده رو. البته هدف این نیست که بریم فردا بشینیم تو هر کلیسایی بعد بگیم مس شده بود یا مس شده نبود انتقاد بکنیم، بلکه میخوایم به هر حال به کلام خدا وارد بشیم، کلام خدا رو چیه ما خوب یاد بگیریم در این مورد. پس موعظه در واقع مس شده یا موعظه‌ای که واقعا از بالا میاد باید یکی از اولویت‌های هر کلیسایی باشه. حالا چه کلیسای ما، چه هر کلیسایی، اولویت کلیساها در اون لیست اولویت‌ها اگه 1, 2, 3, 4 داریم، موعظه مسح شده باید در اون لیست چیه باشه. چرا، چه اهمیتی داره واقعا موعظه در کلیسا به نظر شما؟ چه اهمیتی داره؟ میتونی یکی دو نفر بگن چه اهمیتی داره موعظه؟ درسته؟ For the glory of God. ما فراموش نکنیم در واقع ایمان میگه از چیه؟ از شنیدن از کلام خداست. پس در موعظه، وقتی کلام خدا موعظه میشه، اونجا نجات رو به بار میاره، گم شدگان نجات پیدا میکنن، باعث خوشنودی خدا میشه، باعث جلال نام خدا میشه. بذارید با یک آیه شروع بکنیم همین این درسمون رو. یه نگاهی بکنیم به کتاب مکاشفه، Revelation 4:11، 4:11، مکاشفه باب 4 آیه 11. اگر یه نفر باز کرده به صدای بلند بخونه، دوست دارم اتفاقا این رو هم از کتاب مقدس معمولی بخونیم، هم اگر یکیتون هم تفسیری دارید اون تفسیری رو هم گوش کنیم ببینیم چی میگه این آیه. این سرود را خواندند: خداوند جلال و حرمت و قدرت فرازنده توست، زیرا تو آفریننده تمام موجودات هستی و همه چیز به اراده تو به وجود آمد. درسته این تفسیری بود؟ بله درسته. این خداوند مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی، زیرا که تو همه موجودات را آفریده ای و محض اراده تو بوده و آفریده شده. درسته. Do you have the English version? Yeah. Can you read it for me? You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. درست.
پس ببین این خیلی آیه جالبیه. اولا میگه که همه چیز رو تو خلق کردی، نه؟ زیرا که تو همه موجودات را آفریده‌ای. و بعد ادامه میده محض اراده تو بودند و آفریده چیه شدند. پس در واقع خدا در اراده خودش بنا به خواست خودش همه موجودات رو چیه آفریده. به نظر میاد این خلقت یک لذتی به خدا میده. حتی ما بشر هم اینطور هستیم، نه؟ When we create something، وقتی یه چیزی درست میکنیم. الان شما این کار تزیینی رو برای کریسمس به ما نشون دادی. من فکر کنم وقتی الان ما که نگاه میکنیم لذت میبریم، ولی فکر کنم خودت وقتی نگاه میکنی خیلی اصلا اینم خستگی و اینا خیلی باعث لذت هستش. پس خدا هم در واقع ما رو خلق کرده و میخواد به هر حال ما واقعا باعث جلال نام خدا بشیم. حالا چیز خیلی جالبی که هست اینه، حالا این انسان، کلام خدا خیلی جالبه، از چه طریقی نجات پیدا میکنه؟ انسانی رو که خدا خلق کرده، انسانی که از خدا دور شده، باید نجات پیدا بکنه. و کلام خدا یکی از چیزهای جالبی که میگه چیه؟ میگه از طریق موعظه است. منتها در مورد موعظه یک حرفی جالبی داره، میگه جهالت موعظه، یعنی از نظر بعضی ها foolishness of preaching، برای بعضی ها preaching یا موعظه حماقت نازانوت لالا، ولی از این طریق خدا میخواد ما رو چیه در واقع بشر رو نجات بده. پس هدف از موعظه مس شده یا supernatural preaching، هدف از این موعظه چی هستش؟ پس الان باید یاد بگیریم. پس هدف از موعظه این هستش که هر شخصی که کلام خدا رو میشنوه متقاعد بشه در قلبش، در وجودش متقاعد بشه و در نهایت باعث جلال نام خدا بشه. این آیه که اینجا خوندیم، تو همه موجودات رو آفریده ای، محض اراده ای تو بودن و آفریده شدن for the glory of the God. So, پس this is the ultimate purpose، هدف نهایی این هستش که با شنیدن کلام خدا موعظه متقاعد بشن، نجات بیابن، که این باعث جلال نام خدا خواهد. حال خدا در حکمت ابدی خودش، خیلی جالبه، روش‌های خدا جالبه، این بشری که به قول معروف مورتال هست، فانیه و میراث، این بشر رو می‌بینیم که یک ابزاری رو، ابزار الهی رو در دسترس این بشر قرار داده تا بتونه این بذر الهی رو توسط این ابزار در قلب انسان چیه؟ بکاره. این ابزار موعظه است، یعنی از طریق موعظه و از طریق بیان کلام خدا، حالا لازم نیست حتما موعظه باشه، از بالای منبر، شهادت های ما بذر کلام خدا رو چیه؟ در قلب مردم میکاریم. چه وسایلی رو خدا در اختیار ما قرار داده؟ وسایلی که الهی هستند، مثل همین موعظه در واقع مس شده. پس این یه مقدمه بود، من گفتم یه مقدار با این درس ما آشنا بشین. الان پس نگاه میکنیم به قسمت اول درسمون که خصوصیات موعظه مس شده است. در اینجا هدفمون چیه؟ میخوایم دو چیز رو توضیح بدیم و نشون بدیم فرق بین موعظه‌ای که محصول استعداد یک انسانه با یک موعظه‌ای که مس شده از آسمانه. میخوایم اینو توضیح بدیم و تفاوتش هم بگیم. موعظه که محصول دست اون واعظه، یه بشره، و موعظه‌ای که در واقع از بالا داده شده. به نظر شما یک موعظه مس شده چه موعظه‌ایه؟ من خیلی برای سالهاست موعظه میکنم و بعد از اینکه موعظه تموم میشه، خب یه عده همیشه تشویق میکنن از ایماندارا، مثلا میان میگن خیلی برادر این موعظتون خیلی مس شده بود این موعظه، و بعضی موقع هیچی نمیگن، ولی خب به نظر میاد بعضی موقع ها به نظرشون مس شده است، برای اون شخص چیه مس شده، میان این حرفا رو میزنن. به نظر شما یک موعظه مس شده، یک سوپرنچرال، یعنی یه موعظه‌ای که بهش روح الهی دمیده شده، از آسمان یا قوتی در این موعظه دمیده شده که ما بهش میگیم موعظه مس شده، چه موعظه‌ایه به نظر شما؟ کسی میتونه به من
جوابی بده. از نظر من به قلب آدم میشینه. اصلا انگار که اون موعظه که شما دارین میکنین دقیقاً واسه منه. درسته. هر چی دارین میگین واسه زندگی منه. درست. به قلب ما میشینه، برای زندگی منه. اصلا وجود آدم رو میگیره همه رو. درسته، وجود آدم رو میگیره. خب دیگه چی؟ آدم در یه لحظه عوض میکنه به اشتباهاتش شاید پی میبره. آدم در یک لحظه عوض میکنه به اشتباهاتش پی میبره. به چیزایی که قبلا نمیدونسته مثلا. به چیزایی که قبلا نمیدونسته. من اینا رو تکرار میکنم که در واقع اینجا هم ضبط بشه. درسته؟ یاد میگیره اون چیزها رو. مثلا واسه یه شاید یه جا بری یه چیزی بگی شاید اون روز براشون باز شده. اوکی. نباید گفته بشه یا باید گفته بشه. یه جایی پس یه چیزی باز میشه براش که بدونه چیکار میخواد بکنه. به نظر من با اینکه خودمون میخونیم خیلی مثلا مطالعه ده، ولی اون چیزی که در کلیسا مثلا شما که صحبت میکنین خیلی فرق میکنه. یعنی بیشتر تو ذهن ما میمونه. بیشتر اون کلام در ذهن ما میمونه. که مثلا کلمه کافی نیست که فقط بخونیم، باید تمرکز کنیم. و این باعث میشه همون موقعی که مثلا میخواییم جلوی چشم ما میاد که مثلا چیز معلم ما اینه گفت. درسته. به ما عمل میکنیم، ولی در غیر این صورت بخونیم مثل اینه که مثلا تو آینه خودمونی میبینیم بعد که رد میشه مثلا قیافمون یادمون نیست. نباید اینطور. درسته. ببینید خیلی مهمه این قضیه که ما درک بکنیم یک موعظه چیه مست شده رو. چرا؟ چون مبادا تمام عمرمون رو اینطوریه دیگه، نه ما یه عمر که بیشتر نداریم، تمام عمر ما تلف بشه این وسط و منظور خدا رو درست متوجه نشده باشیم و در واقع به اون هدفی که خدا منظور نظرش بود نرسیم. عمرمون در واقع چیه؟ بر فنا رفت. حالا چند تا آیه خیلی جالب هست که میخوایم نگاه بکنیم بهشون. من آیه ها رو البته نوشته بودم براتون، همه رو توی صفحه کلیسا، امیدوارم فرصت کرده باشید نگاه کنید. نه پس اگرم فرصت نکرد، چون دیروز اینا رو نوشتم ممکنه فرصت نکردید، حالا نگاه میکنید. به کتاب تثنیه دوترانومی ببخشید باب 11 chapter 11 7 to 15 تثنیه باب 11 آیه 7 تا 15 7 تا 15 چشمان شما تمامی اعمال عظیمه خداوند را که کرده بود دیدید، پس جمیع عواملی را که من امروز برای شما امر می‌فرمایم نگاه دارید تا قوی شوید و داخل شده زمینی را که برای گرفتن آن عبور می‌کنید به تصرف آورید. و تا آن زمینی که خداوند برای پدران شما قسم خورد که آن را به ایشان و زاریت ایشان بدهد عمر دراز داشته باشید، زمینی که به شیره و شهد جاری است. زیرا زمینی که تو برای گرفتن آن داخل می شوی مثل زمین مصر که از آن بیرون آمدی نیست، که در آن تخم خود را می کاشتی و آن را مثل باغ بغول به پای خود سیرا می کرد. رتون با؟ تا 15 میخوای یه نفر دیگه ادامه بده؟ خب از آیه 11 لیکن 11 سرزمین کوه ها و دره های پر آب سرزمین کوه ها و دره های پر آب است، سرزمینی است که خداوند خدایتان خود از آن مراقبت میکند و چشمان او دائم در تمامی سال بر آن دوخته شده است. اگر شما تمام فرامین او را که من امروز به شما میدهم با دقت اطاعت کنید و اگر خداوند خدایتان را با تمامی دل و جان دوست داشته باشید و او را پرستش کنید، آن وقت او باز هم باران را به موقع خواهد فرستاد تا قله شراب تازه و روغن زیتون فراوان داشته باشید. او به شما مراتع سرسبز برای چریدن گله هایتون خواهد داد و خود نیز غذای کافی خواهید داشت
که بخورید و سیر شوید. خب حالا نمیدونم متوجه شدید، یه سوال میکنم. به نظر شما چه تفاوتیه بین